مهران شاهین‌تب بازی پنجمی باید تجربه کنه، یا روز دوشنبه یا روز سه‌شنبه. شوت آخر پریپتی یه چیزی رها شد و توپ رفت رو سبد. یا خدا یا خدا، مگه داری بازی مساوی شد؟ مگه داری دستگاه مکش اگر تو سبد بود که ما خبر نداریم؟ سناسته بدید لطفا بچه ها. برابر 96، برابر 96، دستهای معجزه‌گر کشوندن بازی به وقت اضافه است. آیا توپ به موقع رها شده؟ صداور میرن بازی رو و فیلم رو بازبینی کنن. آیارس اینجا تکنولوژی به کمک بسکتبال میاد. جواد مرادی چه میخنده داوره این دیدار. بازم تاکید میکنم اون دوستانی که 18 ثانیه مونده بود میخواستن برای 18 ثانیه برن، بازم بشینن. دوستان اگر از نمای پشت سبد یا این نمای دیگه بدن ببینید توپ به موقع رها شد. آخرین لحظه‌ای که توپ در دست پریپتی بود، این نمای خوبیه اگر این دوربین پشت سبد حرکت بکنه که نکرد. حالا باید نمای مناسب و بچه های ما پیدا کنن. و تو زمین چه خبره؟ چرا دفاع نکرد تیم مهران و اجازه داد پریپتی به موقع بزنه؟ هنوز امتیاز 96 روی تابلو نشسته. نتیجه بازی فیلم جواد مرادی و رضا جوادی. چقدرم سخت این ترکیب رو چند بار بگیر اشتباه نکنی. دو تا داور و دارم فیلم رو بازبینی میکنن. عجب بسکتبالی دیدیم، نگاه کنید این نما رو. کنم به موقع رها کرد از این نما. توپ اول رها شد، بعد چراغ قرمز روشن شد. ببینیم اینجا عجب نزدیکه، عجب نزدیک، خیلی سخت قضاوت حتی با تکنولوژی. همه جمشیدی که داره دست میزنه. حالا رای تا رای اعلام بشه فکر کنم فشار استرس میکشه هوادارهای دو تیما. البته خدا نکنه. از این نمام ببینید یه بار توپ رها شد، بعد چراغ قرمز شد. در بسکتبال مهم اون زمانی که توپ از دست بازیکن رها شده باشه، اصطلاحاً ریلیز شده باشه. داورا اگر فیلم سینمایی هم بخوام ببینن همین حدود شاید طول بکشه، یکم کمتر بیشتر. ببینیم نفس ها در سینه حبس. بازی وقت اضافه یا تمام؟ سه امتیاز تایید میشه. پریپتی چیکار کردی آقای پریپتی؟ آقای پریپتی چیکار کردی؟ بچه ها نشونش میدن هیچ جا نرید، جایی خبری نیست. شبکه ورزش سیما بهترین انتخاب ممکنه برای ادامه این بازی تمام نشدنی. صمد نیکخواه دو دستی سرشو میگیره. برابر 96، در حالی که همه منتظر بودن که تلویزیون رو خاموش کنن یا کسایی که تو ورزشگاه بودن برن خونشون. یه پنج دقیقه چه خدایی شکر میکنه. بریم با ممرزی اکتمارم همراه شیم، سریع برمیگردیم این بر.